بنام خداوند ہر دو جہان کند ابتدا نام کار آگہان ہر آن نام کے آغاز ازان نام شد در انجام کارش سر انجام شد من از طرف گروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ دہلی آج سخنران محترم دکتر غلام رضا داؤدی پور استقبال میں نمایاں ایشان در حال حاضر مدیر گروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاہ آزاد اسلامی واحد تہران غرب ہستند موضوع پایان نام ایشان تصحیح شرح روایات عبد الرحمن جامی است ایشان بسیاری مقالات سپرد قلم کردے اند در انچا از آنها چندتا مقال رحمت تذکر میں نمایاں یک اول دریافتی اشیر نشانی سہراب سپہری دوم دریا تا خورشید سیوم بررسی و تحلیل تمثیل ہائی تعلیمی وحدت وجود و تجلی در شیر روایات جامی ایشان مقدمے بر کتاب بے نام کس ہائی قرآن ہم نگاشتی اند علاوہ بر این ایشان ہمکاری با چند تا مجلات و چوکانیات دارند عنوان سخنانی ایشان حافظ و نقد ریاکاری است ہمیں مامی دانیم کہ شمس الدین محمد حافظ مشہور بے لسان الغیب ہم ہست و تقریباً بے ہر زبانی جہانی غزلیات حافظ ترجمہ شدہ است و ان موضوع کے جناب علی انتخاب کر دیا ما ہمیں مامی دانیم کہ راجب ان موضوع کھیلی کم صحبت میں شود حافظ خود را ہم ستودی است می گوید غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بے خان حافظ کہ بر نظم تو افشاند فلک اک دے سریا را آج شان خواہش می کنم کہ سخنرانی خود شان را آغاز بے فرمائے با اجازه حضار گرامی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و به تعبیر حافظ سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی درود به عزیزان حاضر در این وبینار من جا داره تشکر قدردانی کنم از همکار گرامی خانم جابری نسب که بانی این جلسه شدن و معرفی کردن به گروه زبان و ادبیات دانشگاه دهلی و همینطور از جناب پروفسور راجندر کومار و استادان گرامی گروهشون تشکر میکنم که این نشست رو باعث شدن به هر حال سخن گفتن در باب یکی از بزرگترین شاعران ایران و جهان کار ساده‌ای نیست در عین اینکه سخن حافظ رو اکثریت قریب به اتفاق مخاطبان باش آشنایی دارن ولی سخن گفتن در باب ویژگی های شعر حافظ و به خصوص نقد ریاکاران دوره و زمانه او کار بسیار شاید دشواری باشه ولی به هر حال من سعی میکنم که در این فرصت کوتاه اون چرا که دریافت کردم از شعر حافظ و مطالعات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده و انجام دادم در خدمت شما باشم و با شما به اشتراک بگذارم. خب شعر حافظ از نظر زبانی، از نظر ادبی، از نظر فکری و محتوایی در اوج هست. حافظ در عین این که
کلامش در اوج هنری است، از نظر فکری و محتوایی هم سعی میکنه که انگشت بر روی موضوعات بگذاره که این موضوعات با روح و روان مردم جامعه در همه اعصار در ارتباط باشه. به قول احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر، انگشت می نهد به جراحات شهر پیر. به این دلیل هم هست که شعر حافظ تا این اندازه در نزد نه تنها ما فارسی زبانان در همه جای دنیا، بلکه بین همه کسانی که به طرق مختلف میتونن با شعر حافظ ارتباط برقرار کنن، به دل میشینه و میتونه تأثیر خودش رو بگذاره و این به این دلیله که موضوعاتی که حافظ انتخاب میکنه موضوعاتی است که از ازل تا ابد از عشق و عرفان، از سیاست و موضوعات روانشناسانه، موضوعات اجتماعی، همه اینها رو سعی میکنه که به بهترین نوع و هنرمندانه ترین شکل انتقال بده. یعنی به لطف بیان هنری خودش میتونه که مخاطب رو با هر زبانی متأثر و تحت تأثیر قرار بده. بنابراین همونطوری که اون از دردهای ازلی انسان حرف میزنه، از درد و رنجهای دینی، از درد و رنجهای سیاسی، اجتماعی و روحی روانی مردم روزگارش که قابل تعمیم هست به بقیه اعصار و روزگاران هم غافل نیست. همونطوری که اون در باب موضوعات ازلی از قبیل در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و برهم زد، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. یا غزل عرفانی و ازلی دیگری با مطلع دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. یا غزل مشهور و آسمانی دیگری با مطلع سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، گوهری که صدف کون و مکان بیرونه است طلب از گمشدگان لب دریا می کرد و الاخر. یا اون غزل معروف دیگرش، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، بندران ظلمت شب
آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. و الاخر همونطوری که به این نوع فکر و اندیشه توجه ویژه داره، در کنارش موضوعاتی که به روح و روان بشر امروز از قبیل مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی هم مربوط میشه، بی توجه نبوده. و این رو در خلال بسیاری از غزلهای اون میشه مشاهده کرد که من به عنوان مثال چند از مطلع غزلهاش رو میخونم و بهشون اشاره میکنم. سینما لامال درد است ای دریغا مرهمی، دلز تنهایی به جان آمد خدا را مرهمی. یا مطلع دیگر، برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره تو را چه افتاده است. یا غزل دیگری با مطلع، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. یا زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. یا ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت، من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش. و الاخر یا غزل دیگری با مطلع، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. یا غزل دیگری با مطلع، یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد، دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد. و الاخر پس این موضوعات رو هم حافظ از نظر دور نمی داره و به این دلیل هست که سخن اون مورد توجه مردم، چه فارسی زبان چه غیر فارسی زبان، از قرن 8 تا کنون و به اعتقاد بسیاری از علاقمندان و پژوهشگران تا زمانی که زبان فارسی زنده است، سخن حافظ تأثیر گذار خواهد بود. و این نوع بیان هنری است که پیش پای بشر رو میتونه روشنایی بخش باشه. اندیشه ها و افکار راستین بشر، اندیشه ها و افکاری هستن که بعد از اینکه هنرمند اونها رو عرضه میکنه بتونن تأثیر بگذارن در مخاطب و دریچه‌ای به روی اون باز کنن. حافظ علاوه بر اینکه شاعری است صاحب اندیشه، شاعری است که نوع بیانش در حد اعلاست. من از اینجا بعد میخوام وارد این بحث بشم که حافظ در نقد ریاکاران روزگار خودش گناهان رو اخلاقی و فقهی میدونه. به همین دلیل ببینیم که گناهان اخلاقی که بیشتر درشون ریاکاری، سالوس، نیرنگ حضور اول را داره، به اینها نگاه ویژه میکنه.
ریاکاری حافظ بر این باور هست که ریاکاری بزرگترین آفت جوامع و از گناهان نابخشودنی. در دین اسلام هم که حافظ قرآن این دین هست، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، یا هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، یا عشقت رسد به فریاد در خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. ببینیم که بر اساس آیات قرآنی هم که طبیعتاً حافظی که حافظ رو به 14 روایت از بره و بارها این آیات رو از مد نظر گذرونده، میدونه که ریاکاری گناه نابخشودنی است، از گناهان کبیره است. یعنی کسی که اعمال و عبادات خودش رو برای جلب توجه دیگران، برای فریب دیگران انجام میده، در حقیقت برای خدا شریک قائل شده. خب بحث این جلسه ما ریاکاری است. حافظ از ریا و فریب و نیرنگ و تدلیس به شدت گریزانه و روح پاک آزاده او همونطوری که از خلال گفتهاش هم معلومه، از مشاهده افعال ریاکاران، از کردار ریاکاران، از مشاهده افعال و کردار ریاکاران که به شدت با گفتارشون متفاوته، به تنگ میاد حافظ و بی اختیار فریادش بلند میشه. خب حافظ برای اینکه این ریاکاران رو به مردم جامعش بشناسونه، با چه ابزاری این کار رو میکنه؟ ابزارش چیه؟ زبان طنز. طنز در حقیقت بیان ضعف‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی است به شیوه غیر مستقیم. در طنز هدف هشدار دادنه، هدف اصلاح نابسامانی هاست. باز هم دکتر شفیعی بر این باور است که هرگاه که حافظ دست به طنز میشه، یکی از در واقع این رفتارهای اهل مذهب رو که با اهل قدرت ساخت و پاختران نشانه میگیره. شعر حافظ شاید در بین شعر شاعران به خصوص کلاسیک زبان و ادبیات فارسی سیاسی ترین ها باشه. خب اما چرا حافظ در شعر سیاسی طنز خودش رو به عناصر مذهبی گره میزنه و به اونها متوجه میشه؟ به این دلیل که حکومت‌های همه اعصار قدرت خودشون رو سعی میکردن که به کمک مذهب و عناصر مذهبی بهش مقبولیت بدن. به همین دلیل
از زبان مذهب، از نیروهای اعتقادی مردم سوء استفاده می‌کردن. از اون می‌خواد که عیبش رو بپوشونه. چرا؟ چون پاک پاک دامن بحر زیارت. حالا اون پاک پاک دامن کیست؟ در واقع معشوق است، جانان است. و به قول خود حافظ، هر کسی که نمیتواند اون پاک رو ببینه، پاک و صافی شو از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. خاکی اجزای خاک را بیند، پاک باید که پاک را بیند. پاک و صافی شو از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. او را به چشم پاک دوان توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. پس هر کسی که نمیتونه اون پاک رو ببینه. کردم توبه به دست صنم باده فروش، که دیگر می نخورم بی رخ بزمارایی. خب توبه در شرع این گونه بیان شده که اگر کسی مرتکب گناهی شده، میتواند به دست صالحی از صالحان توبه داده بشه. خب حالا حافظ با بیانی طنزآمیز این در واقع عنصر دین رو که توبه هست، میگه با کمک اون صنم باده فروش، صنم زیبارویی که باده که در شرع حرام است، میخواد توبه داده بشه. توبه کردم به دست صنم باده فروش. خب حالا این توبه ای که یعنی عذر با عذر بدتر از گناه انجام داده، برای چیه؟ که دیگر می نخورم یعنی دیگه از این بعد بدون زیباروی من لب به می نخواهم زد. خب پس حافظ ابزار نقدش که طنز هست رو، و یا در برخی موارد استعاره ریشخندیه یا تحکمیه، و در برخی موارد پارادوکس یا نقیض نما، و در برخی دیگر از جاها ایهام هست، این رو در خدمت نقد ریاکاران قرار میده. حالا میخوام که به این موضوع اشاره کنم که اشخاص و عناصری که حافظ در شعر خودش اونها رو مورد انتقاد قرار داده، معرفیشون کنم. این اشخاص و عناصر مورد اعتماد و تأثیرگذار که راهنمایان معنوی و روحی روانی جامعه هستند، ولی متأسفانه این اشخاص و عناصر از اعتماد مردم سوء استفاده می کنند. معنویت و روح و روان افراد جامعه رو به بازی می گیرند و صد کار کنند که می غلام استن را. پس هنرمند عاطفی، هنرمند متعهد، هنرمند عاطفی و متعهدی همچون حافظ که نمیتونه بی تفاوت باشه، تیغ برنده طنز رو از نیام بیرون میکشه و به جون اینها میفته. کیا هستن اینها؟ صوفی، زاهد، واعظ، فقیه، محتسب، شهنه، شیخ، امام شهر، قاضی، مفتی، ملک الحاج، در چه اماکنی ساکنن؟ صومعه، خانقاه، مسجد، مدرسه. لازم به ذکر هست که نه اینکه حافظ با این در واقع عناصر و مفاهیم مشکل داره، نه ابدا. حافظ هیچگاه با زاهد راستین مشکلی نداره. حافظ با زاهد ریاکار مشکل داره.
با صوفی بی صفا مشکل داره، با واعظ غیر متعظ مشکل داره، با فقیه ظاهرگرایی که به باطن دین و شرع بی توجه مشکل داره. حالا اینها کیا هستن؟ اینایی که نام بردم، زاهد و صوفی و عذرخواهی میکنم محتسب و شهنه و امام و فقیه و اینا کیا هستن؟ عالمان علوم دین، عالمان علوم معنوی، محتسب، شهنه، اینا مأموران اجرای شرعن، آمران به معروف و ناهیان از منکرن. اینا در وهله اول خودشون باید تهذیب نفس داشته باشن، تزکیه باطن پیدا کرده باشن تا از جاده راستی و درستی دور نشن. اما متاسفانه حافظ میبینه کسانی که به نام زهد، به نام وعظ، به نام صوفیگری فعالیت میکنن، همه از جاده راستی و درستی خارج شدن، ریا رو در پیش گرفتن، دروغ پردازی رو، فریبکاری رو، کینه‌ورزی رو، حسادت رو، تکبر ورزی رو گسترش میدن در جامعه. پس حافظ نمیتونه ساکت بشینه. خب من چند بیتی رو که یادداشت کردم در نقد اینها، البته به طور مفصل همه اینها رو من استخراج کردم، اما به طور کوتاه اشاره میکنم. زمانی که میخواد صوفی رو نقد کنه با این ابیات و اون طنز گزنده به جان صوفی میفته: صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را، راز درون پرده رندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. این زاهد عالی مقام میبینیم که استعاره ریشخندی یا تحکمیه درش هست، در حالی که حافظ منظورش عکس عالی مقام بودنه، یعنی در واقع این زاهد رو، این صوفی رو عالی مقام نمیداند. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. یا جای دیگه: صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. صوفی شهر چون مهر ملک و شهنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ صوفی مجلس که دی جام و قدح میشکست، باز به یک جرعمه عاقل و فرزانه شد. کجا صوفی دجال فعل و ملحد شکل، بیا بسوز که مهدی دین پناه آمد. زاهد از دیگر شخصیت هایی است که حافظ مورد نقد قرار میده، و عرض کردم که حافظ با زهد، با زهد راستین مخالفتی نداره، با زاهد راستین مخالفتی نداره، با زاهد ریاکار، با زهد دروغین در واقع مخالفه. به همین دلیل اونها رو به باد انتقاد میگیره. چرا؟ چون این زاهد این گونه است. چگونه است؟ تندخو است، بدخو است، ظاهرپرست است، مغرور است، بی از محبت عشق است، نامحرم درگاه حق است، ریاکار است، خردگیر و ملامتگر است، عبوس است. اینا ویژگی هایی است که حافظ و غیره ویژگی هایی است که حافظ به اونها در واقع نسبت میده. زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد.
نوبه زود فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب، که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. واعظ از دیگر شخصیت هایی است که حافظ اون رو به باد انتقاد میگیره. اون غزل معروفش، واعظان که این جلوه در محراب منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. گویا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. واعظ شهنه شناس این عظمت گو مفروش، زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است. فقیه از دیگر کسانی است که حافظ اون رو با شلاق انتقاد بهش هجوم میبره. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد، که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. فقیه عالم علوم شرع، فقیه آگاه به علوم دین، که طبیعتاً باید بداند که در دین اسلام و در کتاب آسمانی مسلمانان یعنی قرآن می حرام شده، میخواره هم هست. البته این مستی میخوارگی رو من در اینجا در حق این فقیه فقط و فقط می انگوری نمیدانم. این مستی، مستی می انگوری است، مستی می قدرت است، مستی می ثروت است، مستی می حرص است، حسادت است، که به مراتب از مستی می انگوری تخریبش، آسیبش به جامعه بیشتره. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد. فتوا هم صادر میکنه. فتواش چیه؟ خب می نخورین حرومه، چرا که در قرآن اومده. اما وقف هم هست، از مال وقف بهتره. یعنی اینکه هم مال وقف خوره هم میخوره است. ساقی چو یار محروق از اهل راز بود، حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم. حالا برای اینکه حافظ خودش رو از مزان اتهام و پیگرد و تعقیب قضایی حفظ کنه، خودش رو هم در واقع به جرگه اونها اضافه میکنه تا بار پیگردش رو شاید به این وسیله کمتر کنه. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. زبان طنز رو در واقع میبینیم که چگونه حافظ ازش استفاده میکنه. از دیگر افراد ریاکاری که حافظ گفتم اونها رو به باد انتقاد میگیره، محتسب هست. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بمانده. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شهنه پادشه. همه اینا دستشون توی یک کاسه است. یعنی هم مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر، هم در واقع قدرت سیاسی که شاه باشه. نه تنها محتسب و شهنه که مأموران اجرایی هستن، شاه هم از این موضوع با خبره. آن شد اکنون که ابنای عوام اندیشم، محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد، شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد. یعنی به دستور محتسب در واقع نرخ تعیین میکنه برای شراب. یعنی در واقع اون ساقی، اون شرابساز با محتسب دستش توی کاسه است. حتی میبره اونجا
اجازه خرید و فروشش رو براش صادر کنه. باده با محتسب شهر ننوشی، حافظ بخورد باده و سنگ به جای. یعنی پدر سوخته هم هست، میاد باده تو میخوره، بعدش هم در واقع شیشه تو میشکنه، جام تو میشکنه. خدا را محتسب، ما را به فریاد دف و نی بخش که سازه. خب اینو توضیح دادن، باز میبینیم اینجا در واقع محتسب رو هم درش آورده. شهنه هم یکی دیگر از افرادی است که حافظ اون رو مورد نقد قرار میده. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شهنه پادشاه دانست. که گفتم واعظ شهر چون مهر ملک و شهنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود. شیخ از باز از دیگر در واقع افرادی است که مورد نقد حافظه. فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به دردکشان از سر حقارت کرد. خب من در همین جا با توجه به این که از وقتم به نظر میاد که گذشته باشه، کلامم رو به پایان میبرم و در خدمت دوستان هستم. تشکر از شما جناب علی. الان مقاله شما خیلی دانش افزا بود و واقعا این موضوع تازه بود در زمین حافظ که شما رای نمودی. در نظرم یه شعری من از حافظ خیلی دوست دارم، میخوام که از اینجا تذکر بدم. اون شعر طنز ریاکاری هست و در آن نصیحت هم حافظ میگه سرکش مشو که چون شام از گرتت بے سوجا دلبر کے در کفے او منہ آت تنگے کھارا. وا بعد از این یہ شعر انقلابی حافظ رو ہم من کھیلی دوست دارم. حافظ میں گے در کو اگر در کو یہ نیک نامی مارا گزر نہ دادند، گر تو نہ پسندی تغیر کن قزارا. ان کھیلی یعنی شعر انقلابی ہے، یعنی در اون زمانے، یعنی در زمان حافظ هم انقلابی بوده، امروز هم است و همیشه خواهد بود. خوب خوب، الان از پروفسور علی مشرف خان من خواهش میکنم که رسما لطفا تشکر بفرمائیں از سخنران محترم و حضار گرامی که در این نشست حضور دارند. خوب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه من تبریک میگویم خدمت جناب آقای دکتر غلام رضا داودی پور که ایشون امروز واقعا یک سخنرانی خیلی پر از معلومات و چیزهایی که ایشون فرمودند واقعا خیلی جالب است. تشکر می کنم، تشکر صمیمانه از همه شرکت کنندگان و به ویژه از دکتر پروفسور راجندر کمار که این موقع را فراهم آوردند و ما یکی دیگر رو نه تنها اینکه گوش کردیم، با یه دیگه صحبت هم داشت.